خب دوستان، همینطور که میبینید اینم لوله هایی که انجام شده. این قوسی که میبینید، یه سری ها میگن آقا این مصرف سیم بیشتری داره، اینو سیفون صاف بکشید. دوستان این قوس تا اینکه بخواد صاف بشه کلن 10 سانت فرق لولشه و این 10 سانت توی سیم کشی هیچی نیستش، ولی این باعث میشه که لوله توی زانویی خوب قرار بگیره و لبه لوله تو زانویی بیرون نزنه. اینجوری وقتی اینجوری با خم با زاویه لوله رو کار میذاره تو زانویی، احتمال اینکه سر فنر گیر کنه خیلی کمتر هستش. حالا میرسیم برای قسمت سیم کشی. خب دوستان ببینید، نبینید عزیزان، بیا جلو از این بگیر. ببینید من توی این فنر دیدم که لبه های این سری لبه داره و این قسمتی هم که این فنر رو اومدن پرس کردن روی خود فنر، روی قسمت میله فنر، اینجا هم با سرب پرس کردن و اینم لبه داشت. همین لبه ها باعث میشد که توی زانویا خیلی اذیت بکنه. من تصمیم گرفتم که این قسمت ها رو با نوار چسب پیچیدن شیب بدم. میبینید شیبشو؟ این شیبا دیگه باعث میشه که توی اون پله های زانویا گیر نکنه. خب حالا ما میخوایم که از توی قوطیمون به قوطی بعدی فنر بزنیم. ببینید سر فنر که میذاریم، ببینید با سعی کنید که با لرزش، با تق زدن، سعی کنید با تق زدن فنر رو هدایت بکنید. این برای چیه؟ به خاطر اینکه سر فنر به خاطر حالت فنری این سیم حالت اینجوری لرزش ایجاد میکنه. وقتی این لرزش رو ایجاد میکنه دیگه وقتی میخواد برسه به دو تا لبه صاف نمیرسه، گیر کنه اینجا. این لرزش باعث میشه که همینجوری ویبری رد کنه موانعشو. برای همین مخصوصا جاهایی که میفهمین رسیده دقیقا سر زانویی، اون تیکه رو با لرزش رد کنید، اینجوری گیر نمیکنه جاهایی. ببینید الان گیر کرد سر زانویی دیگه، ولی خب من وقتی اینجوری تکونش میدم در اومد. ببینید تو مسیرهای کوتاه نیاز نیستش که با جارو برقی رد کنیم، مخصوصا وقتایی که دیگه لوله هامون بیرونه. ما اگر حتی اینجا تو سر فنرمون گیر میکرد و مسافت طولانی بود کاری نداشت، یه لحظه لوله رو در می آوردیم، سر فنر رو رد می کردیم و دوباره لوله رو جا می زدیم داخل. برای همین من میگم که سعی کنید قبل از سرامیک کاری و اینا سیم کشی رو انجام بدید، به خاطر اینکه راحت تر این دسترسی بهتره. و بعد از این که سیم کشی انجام شد، حتما یا خودتون یه دونه کارگر بگیرید که روی سیما روی لوله ها رو بوتون کنه، یا از کارفرما درخواست کنید که یه کارگر بذاره روی چیزا رو، روی لوله ها رو ماهیچه بکشه که کارگرای دیگه، اوستاکارای دیگه میان کار انجام بدن، پا نذارن، فرغون نره روش بخواد لوله ها له بشه. اینجوری به هیچ مشکلی نمیخوره. و بعد از اینم که کار تموم شد، برای اینکه به صاحب کار ثابت کنید که لوله ها بازن و هیچ مشکلی به وجود نیامده داخلشون، سر سیما رو تکون بدید و نشون بدید به مالک سیما داخل لوله ها تکون میخورن. خب من قبلا توی ویدیوهای دیگه نحوه بستنشون به فنرم توضیح دادم. سیما رو میذارید روی فنر رو، نوار چسب رو میبندید دورش رو، فنر رو میکشید به همین شکل. اینجا ما دو رنگ سیم داشتیم، یکیشون رنگ نوله، یکیشون هم رنگ ارته، ولی خب اینجا برای این کار دیگه باید استفاده کنیم دیگه، نمیتونیم بگیم استفاده نمی کنیم. اصلا اینا رو مالک خودش تهیه کرده، ما نیاوردیم. خب
دیگه نوارچسب میبندیم. برای اینکه کارتون سریع تر باشه، همین که سر فنر اومده بیرون، سیما رو بذارید روی سر فنر رو ببندید، برگردونید. دوستان ببینیم، ما طول فنرمون 10 متره. اگر بخوایم فنر رو بزنیم و هی اینو بکشیم تا اونجا به آخر برسه، این باعث میشه یه خورده زمان ما گرفته بشه. فنر رو میبندیم، سیما رو میبندیم سر همین فنر، دوباره از اونجا برشون میگردونیم. نیاز نیستش که فقط به ته فنر بسته بشه. برای این کار، برای اینکه سیمتون از روی فنر سر نخوره و در بیان، اول ببینید سیما رو اینجوری حالت پله، یکی جلوتر یکی عقبتر. حالا اگر سر جلویی لختم باشه که بهترم هست. اینو اول دور دوتا سیمتون یه دور نوارچسب میپیچید که این دوتا رو محکم روی هم نگه داره. بعد قبل از برجستگی های فنر اینا رو روی فنر محکم میکنید. حالا سیما رو برای چی جلو عقب ما پیچیدیم گذاشتیم؟ برای اینکه اینجاش حالت شیب داشته باشه و روی همون لبه لوله ها گیر نکنه. این قسمت آخر نوارچسبم یا حالا کثیفش میکنید یا اینجوری بر میگردونیدش روی خودش، ببین تا میکنید روی خودش که دیگه این به هیچ عنوان نچسبه اینجا. که آخر کار میخواید بازش کنید، سریع سرش پیدا بشه و بازش کنید. خب وقتی اینو بستیمش، یه مقدار اینو این بر میفرستیم داخل. حالا چون من دستنها الان دارم این کار انجام میدم، برای دستنها بودن دارم توضیح میدم، و اگر نه میتونه رفیقتون بکشه. و از این طرف فنر رو میکشیم، و راحت میاد. ببینید حتی روی بدنه فنر با اینکه سطحش صاف هست اصلا حرکت نکرده. حالا اگر مسیر طولانی تر هم باشه یه نفر از اون ور کمک میکنه. ببینید سریع هم سر چسب رو پیدا کردم و از روی همدیگه بازش کردم و فنر آب شد. همین یه گره میزنیم و اون طرف هم دوباره سیم و قیچی میکنیم. به همین اندازه حتما سیماتون رو گره بزنید، چون خیلی پیش میاد که میان سیما رو میکشن بیرون. من حتی برخوردم که اومدن گره سیما رو باز کردن، سیما در آوردن برای کار دیگه استفاده کردن. شما کارتون درست انجام بدید. بعد از اینکه سیما رو همه رو کشیدیم، ما سیمامون رو برمیگردونیم توی قوطی تا موقع کلید پریز بستن. اگر روشون هم با یه چیزی، با یه مشمای چیزی بپوشونید که تا اون موقع آشغال هم توش نره، خیلی هم بهتر میشه. خب ما بریم برای سیم کشی بقیه جاها.